رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. میدونی که برنامه ها از روز یک شنبه آغاز میشه، هر روز ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا میشه 10:30 شب به وقت ایران برنامه ها رو شروع میکنیم و نه شب اینجا چند تهران میشه؟ فکر نکنم میشه 7:30، میشه 8:30 شب تهران و به حال برنامه ها رو آغاز میکنیم. در خدمت شما نازنینان هستیم و تا روز جمعه و هر روز به حال ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا برنامه ها آغاز میشه. الان ساعت 10 دیگه، 1:30 فرق میکنه، یعنی همون که گفتم میشه ساعت 7:30 شب تهران. و به حال اینقدر این ساعت ها رو عقب و جلو کردن. قبلا آسون بود، قبلا ما با اونجا با تهران، اینجا با تهران نیم ساعت فاصله داشت، یعنی با بعد از ظهر و صبح، یعنی اگر اینجا صبحه شما هر ساعتی که صبح بود نیم ساعت عقبش میکردی، میکردیش عصر ایران. اگه مثلا الان ساعت 11:30 شبه، ایران ساعت 11 شب بود، اینطوری بود. ولی الان همه چیز رو تغییر دادن، انقدر این ساعت رو بالا پایین کردن خود ساعت منفجر شد. بگذاریم، جمعه است، این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب و نازنین هممون، آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز، هر جایی که صدای ما رو میشنوید، آخر هفته خوبی رو برای همگان آرزو میکنم. قبل از شروع هر سوال یا مطلبی اجازه بدید که یک پیام دوستی و سلامتی هم برای بانو فاطمه سپهری بفرستیم که این روزها در زندانه و طبق اخباری که اومده بیرونشون دچار گرفتگی رگهای قلب شدن و بعد عمل بازقلب انجام بدن. در حال من از جانب خودم و یکایی که همه ایرانیانی که ایران آزاد رو دوست دارن و این بانو در خط جلوی اون آزادی، تفکر اون آزادی هست، اجازه بدید که دعای سلامتی برای بانو فاطمه سپهری بفرستیم. ممنونم. واقعیت اینه که اینا واقعا شجاعن، واقعا اینا بزرگن، اینا فرق میکنن با من، با اون دیگری، با اون دیگری. ما توی دستگاه اینا هیچ کاره بودیم، کاره ای نبودیم، مخالفشون هم بودیم باش، ولی اینا توی دستگاه بودن. شوهر این جز رزمنده های جنگ بوده، باورمند بودن به این داستان انقلابشون، باور داشتن که اینا یک حکومتی است که اومده تا مستضعفین جهان رو در حقیقت حامی باشه. این نظام یه نظامی است که از همه جنبش‌های مقاومت در سراسر جهان حمایت میکنه. این نظام یه نظامی است که بر علیه امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکا است. این نظام یه نظامی است که نمیدونم بر علیه سرمایه‌داری جهانی است. این نظام بر علیه نمیدونم بانک‌های نمیدونم خونخوار است. اینا رو باور داشتن و در عمل دیدن نه آقا، اصلا درست اینا
خود فسادن، اینا خود شیطانن، اینا هرچی شیطان بعد رفت بهش سجده کرد، اینا آخوندن، اینا وازلینین، اینا فاسدن، اینا اصلا انسان نیستن، اینا مربوط به این اصل نیستن. تفاوت اینها با من، با دیگری، با دیگری در اینه که اینا از درون این رو پیدا کرد، شناخت، حالا دیر فهمیده ولی فهمیده، ولی فهمیده و درست فهمیده. ما اینجا خیلی همون همینجوری زپرتکی، چون حسن گفت منم میگم، چون پروانه گفت منم میگم، نه، اینا درد کردن داستان رو. و واقعا و ایستادن سالها پیش امضا کرد که آقا این خامنه‌ای باید بره از این پست، لیاقت نداره اونجا بشینه. متاسفم واقعا که ما در خارج کشور در فضای آزاد داریم زندگی میکنیم ولی اصلا حواسمون به هیچی نیست. به همین دلیل که میبینیم که یهو یه سایت خبری به نام سمافور با همکاری ایران اینترنشنال میرن دنبال میکنن، پیدا میکنن که او چه نشستی که در لایه‌های اصلی سیاست آمریکا یه مش جوونی هن که اینا در خدمت جمهوری اسلامی هستن، برای جمهوری اسلامی دارن لابی میکنن، دارن کار میکنن، میخوان جمهوری اسلامی رو یه جوری دیگه نشون بدن، بگن جمهوری اسلامی این نیست، ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی یه نظام تروریستی نیست، یه نظام متعارف معمولیه و تبلیغاته که اینا رو نشون میده. در حالی که حالا از شما میپرسیم، مثلا وقتی شما این خبر رو شنیدی حتما دنبال کردی، دلم میخواد که نگاه شما رو به این مجموعه، این آدما، این حرفایی که زده میشه، اینکه چجوریه که الان فرض کنید که یک سناتور جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی افتاده دنبالش و میگه که آقا برید پیدا کنید ببینید که کیه، کار به جایی رسیده که خود وزارت دفاع آمریکا اومده دوباره داره بررسی میکنه که چطوری خانم آریانا طباطبایی تونسته این مدارج رو طی کنه و سیکریتی کلیرنسش رو بگیره. این نمیشه، این یه جا آب توشه. میخوام نگاهی شما رو به این مجموعه خبرها بشنم ببینم که چجوری دیدی. یا بفرمایید تا بشنم. چون شما از خانم آریان طباطبایی شروع کردین، اجازه بدید منم از همینجا شروع بکنم. برای اینکه این مطلب رو درک بکنیم، ما باید در دو قسمت راجع به این مسئله صحبت بکنیم. یکی نقش فعال آریان طباطبایی، یکی هم این که اون چیزی که حداقل در اخبار اومده به عنوان ایران اکسپرت اینیشیتیوز، که ما به عنوان گروه ابتکاری کارشناسان ایرانی معنی میکنیم. اول از همه من چند کلمه راجع به این مسئله این ایران اینیشیتیو اکسپرت صحبت بکنم که اینا اصلا چی بود این گروه کارشناسان ایرانی. برمیگرده به سال 2014، بوده تقریبا 10 سال پیش، 9 سال پیش. اون زمانی بود که با روی کار آمدن روحانی و با انتخاب جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، اتاق فکری وزارت امور خارجه ایران یک تلاش آرامی رو برای تقویت وجهه جمهوری اسلامی در مورد مسائل در واقع امنیتی جهانی به ویژه برنامه هسته‌ای، چون میدونیم سال بعدش اون چیزی که الان دیگه به زباله‌دانی تاریخ رفته، منظورم برجامه تنظیم و نوشته شد. و این اتاق فکری که در داخل وزارت امور خارجه تشکیل شده بود به این نتیجه گیری رسید که باید تعدادی از ایرانیان نسل دومی رو که در اندیشکده های معروف اروپا و آمریکا تحصیل کردن و حالا درجات دکترا یا پولیتیکال ساینس یا هر مدرک دیگری رو دارن ولی در این اندیشکده های آمریکایی و اندیشکده های با نفوذ
فعالیت دارن، ما اینا رو گرد هم بیاریم و از اونجا از طریق این گروه که به اینها میگفتن کارشناسان ایرانی، کارشناسان در واقع که تو این اندیشکده ها کار میکردن، ما بتونیم عقاید عمومی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رو تحت تاثیر قرار بدیم. سه نفر از افرادی که حالا اسمای زیادی در اینجا پرتاب شده، خانم آریان طباطبایی، عدنان طباطبایی با هم رابطه ای ندارن، دینا اسفندیاری، اسم علی واعظ این وسط اومده و مصطفی زهرانی که من الان بهش میرسم که ارتباط اینها در واقع چی بوده. ولی تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که این عمق بی سابقه این ای که عدنان طباطبایی که پسر طباطباییه که در حقیقت برادر زن احمد خمینی بود. این آدمی بودش که دوره نماینده خمینی تو اروپا بود. این همون آدمی که با چمدون تریاک تو آلمان گرفتنش. این پسر اونه. ایشون هنوز بفهم. هم در اروپا است آقای بهبهانی و در آلمان زندگی میکنه. بله بله در آلمان زندگی میکنه. بله درست بفهم. در همین عمق بی سابقه اتاق فکری تهران و در واقع تفکر و عملکرد این گروه رو نشون میده، در یک زمان حساس دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. بدین معنی که خب این جمهوری وحشت و ترور با اون سیستمی که در خاورمیانه، حالا در داخل ایران عزیز و در جاهای دیگه پیاده کرده، وجهه رو از خودش نشون میداد که یک کشور تروریست پرور که هستند و یک کشوری هستند که در واقع هیچ ارزشی برای جان آدمیزاد به خصوص حالا شهروندان خودشون ندارن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که این وجهه عوض بشه. چطور میتونستن این کار رو انجام بدن؟ تبلیغات در یک زمان میتونه جوابگو باشه. کنترل دستگاه‌های دیجیتالی، منظورم روزنامه، مطبوعات، رادیو، و ایجاد کردن در واقع این سیستم ها در کشورهای خارج هم تا یه اندازه میتونه کمک بکنه. اما چیزی که بیشتر از همه میتونست کمک بکنه اینه که افرادی رو ما بگیریم، افرادی رو در استخدام خودمون در بیاریم، افرادی رو زیر کنترل خودمون در بیاریم که در اندیشکده های معتبر آمریکا و اروپا فعالیت دارن و بعضی از اونها حتی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا فعالیت دارن. بنابراین این اصل داستان بود و در واقع موعظه اصلی این بود که عقاید عمومی آمریکا، سیاستمداران و تصمیم گیرندگان سیاسی آمریکا را متقاعد بکنن با این اندیشکده ها، اندیشکده ها خودشون رو با اینا هم فکر بکنن و بیان در برنامه های تلویزیونی، در کنفرانس ها، در واقع مطبوعات با نوشتن مقاله، با سخن، موقعیت درست جمهوری اسلامی، درست از نقطه نظر وزارت امور خارجه و اون سیستم که اونا فکر میکنن، نه درست از جانب ما که در این طرف دنیا نشستیم. خیلی از اینها اومدن مقالاتی رو می نوشتند که در واقع متعلق به خودشون نبود و شاید هم مثلا نمی دونستن که چی هست. ولی تمامی اینها اینه که حضور این اشخاص و تشکیل اون چیزی که ما به عنوان گروه کارشناسان ایران داریم میگیم، سه نفر در واقع اومدن در این مرکز، در اینجا شروع به کار کردن و با حضور خودشون در کنفرانس ها، در مطبوعات، در آمریکا و اروپا شروع کردن که موقعیت و وجهه جمهوری اسلامی رو عوض بکنن، بالا بیارن. من به این لابیگری نمیگم، برای اینکه من فکر میکنم نقشه یک گروه لابی معین و مشخصه. من فکر میکنم که اینها برای تغییر عقاید اومده بودن مثلا به انجام بدن. یکی از این اشخاصی که امروز دچار اشکال زیادی شده آریان طباطبایی. اجازه من فقط چند کلمه راجع به ایشون صحبت بکنم که ایشون کی هست و چی هست و از کجا آمده. ایشون یه محقق ایرانی آمریکایی هستند که دکترای علوم سیاسی دارن، نویسنده هستند و همونطور که گفتیم با خواست خودشون، با وجود اینکه آقای عدنان طباطبایی و بقیه
حتی خواستن اقدامات قانونی بکنن بر علیه این دوتا نشریه، ببخشید دوتا سازمان ایران اینترنشنال و سمافور، که این ایمیل ها رو گرفتن و نشون دادن و بعضی از این ایمیل ها به انگلیسی بوده، ترجمه شده و به نظر میرسه که تمامی این ایمیل ها درست و به جاست. در حال خانم آریان طباطبایی، محقق ایرانی آمریکایی، از انگلستان مدرک پی اچ دی خودشون گرفتن، در آمریکا فعالیت دارن. ایشون مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا است، دستیار وزیر دفاع، در اون تیم مشترک در واقع در اونجا ایشون نظر میده، مشاور غیر نظامی بین المللی ناتو ایشون، و در واقع در مؤسسات تحقیقاتی زیادی فعالیت داره. ویدیوهای ایشون بسیار بسیار زیاد هست که از سخنان ایشون ببینید که چی دارن میگن. در واقع بعد از این که مسئله برجام جا افتاد و آقای ترامپ اومدن از مسئله برجام بیرون، مجددا این گروه کارشناسان ایرانی شروع به فعالیت کردن و در واقع در اینجا بود که آریان طباطبایی قدری جبهه خودش رو یا عوض کرده بود یا اینکه میخواست نشون بده که در واقع اون تغییر وجهه جمهوری اسلامی کاملا به جا بوده. ایشون در یه مقاله که در فارن پالیسی در سال 2020 می نویسه، میگه که برنده انتخابات اون زمان که آقای بایدن بودن، میگه برنده انتخابات نباید وارد برجام بشه و این توافق هسته‌ای، اگر مجددا آمریکا وارد این توافق هسته‌ای بشه، به خاطر اینکه اون تحریمات رو برمی‌داره، موقعیت جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه برای اینکه اون سیاست های نادرست خودش در داخل کشور و در خارج کشور بقیه انجام بده. این مقاله خانم آریان طباطبایی هست، میتونید بخونید و مطالعه بکنید. در سال 2021 وقتی که ایشون وقتی آقای بایدن دیگه پیروزشون معلوم بوده و هدف آقای بایدن بر طبق گفتار خودشون برگشت مجدد به برجام بوده، از 3 نفر از اعضایی که در تیم آقای رابرت مالی بودن، خانم طباطبایی هم یکی از اونها بودن، میگن که نظریات خودشون رو راجع به عملکرد آقای رابرت مالی بگن. خانم طباطبایی به خاطر اختلاف نظری که با آقای رابرت مالی و بقیه پیدا میکنه، از این گروه، منظورم از گروه مذاکره رابرت مالی، میاد بیرون. امروز میدونیم که آقای رابرت مالی خودشون تحت پیگرد قانونی FBI قرار دارن، نه فقط به دلیل اینکه اطلاعات رو در اختیار کسان دیگه گذاشتن، میتونسته اون اطلاعات رو که در اختیار کسان دیگه گذاشته باشن با اون در واقع مسئله امنیتی و داشتن اون چیزی که به عنوان کلیرنس امنیتی داشتن که اطلاعات رو دریافت بکنن، که خود خانم آریان طباطبایی امروز زیر سوال رفته و کمیته تحقیقاتی که در سنا هست و وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، یعنی از وزیر دفاع دارن، وزیر دفاع آمریکا رو دارن زیر سوال ببرن که این خانم کی بوده؟ این خانم که برای جمهوری اسلامی کار میکرده، چطور شما دستگاه عظیم سیاسی و اطلاعاتی آمریکا نتونسته تشخیص بده؟ در حال مدارک و شواهدی که هست، این 3 نفر تحت نفوذ یا همکاری با جمهوری اسلامی همکاری داشتن. من نمیدونم حالا در چه سطحی اینا پول میگرفتن یا چه کار میکردن، ولی چیزی که امروز بسیار بسیار روشنه اینه که اون چیزی که ما به عنوان حالا گروه کارشناسان ایرانی زیر سوال میاریم، امروز در داخل آمریکا، در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا گیر افتاده. به نظر میرسه بعد از اینکه خانم آریان طباطبایی میاد و در داخل وزارت امور خارجه آمریکا، حالا به هر دلیلی که کنار میره، از اونجا بوده که دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان سعودی میان و شروع به مخالفت میکنن. مطبوعات دست راستی آمریکا هم ایشون رو هدف قرار میدن. البته ایشون مقصر بوده که مورد هدف قرار گرفته و باور من برای اینه که ایمیل هایی که ایران انترنشنال و سمافورد بیرون آوردن، یک سری از دید من از طرف دستگاه های اطلاعاتی در واقع مخالف جمهوری اسلامی که میتونیم حدس بزنیم این دو کشور عربستان و سعودی و اسرائیل هستن، به ایران انترنشنال و سمافور داده شده و اینها با ترجمه اینها و مقالاتی که به طور
در واقع دقیق نوشته شده و تمامی این حالا کسانی که اینها را از تهران کنترل میکردن، علی واعظ بوده، مصطفی زاهرانی بوده و بقیه، نشانگر یک مسئله است و اون اینه که دستگاه سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تونسته با یک برنامه ریزی تقریبا موفق عوامل خودش رو در داخل دستگاه سیاسی آمریکا قرار بده. من در اینجا یه پرانتز باز میکنم. وقتی راجع به دستگاه سیاسی آمریکا صحبت میکنیم، ما باید برگردیم به زمان آقای اوباما. در آن زمان آقای پرزیدنت اوباما میخواستند که این مسئله با جمهوری اسلامی انجام بشه. براشون اهمیت نداشت آریان طباطبایی یا نمیدونم عدنان طباطبایی یا بقیه که اومدن ملحق شدن به این دستگاه یا این اندیشکده ها یا این گروه کارشناسان چه اهمیتی داشته. در اون زمان اتمسفر سیاسی کشور ایالات متحده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی کاملا فرق می‌کرده. امروز پرزیدنت بایدن دیدگاه دیگری رو دارن نسبت آره، به ولی جمهوری اسلامی. آقای آلبرت یادت باشه که مثلا همین موضوع تو دوره کلینتون هم بوده، تو دوره بوش پدرم بوده، تو دوره ریگان بدترینش بوده. دوره بوش پسر که میاد ایران رو در محور شرارت قرار میده ولی میره به عراق و افغانستان و با ایران همکاری میکنه، اینا حیرت انگیزه تو این روابط. اصلا آدم گیج میشه که چرا این دستگاه لابی چقدر قویه. من فقط یه دلیل براش دارم و اون اینه که جمهوری اسلامی خودشو به عنوان یک حکومت حامی مستضعفان جهان، حکومتی که بر علیه استکبار جهانی و امپریالیسم جهانخوار به سرکردگی آمریکای جنایتکاره و حامی همه جنبش‌های مقاومت معرفی کرده و کار این لابی‌هاشون هم فقط همینه که بگن آقا ما نگاه کن تو آفریقا، تو اونجا بیمارستان درست کردیم، مدرسه درست کردیم، این درست کردیم، اون درست کردیم. و این چپ رو دنبال خودش میکشه این داستان. من این سوال از شما میکنم، اگر که واقعا این موفقیت آمیز بوده، همین مطلبی که الان ما صحبت کردیم، چرا جمهوری اسلامی الان در بدترین حالت مالی قرار داره؟ اگر تمامی این مسائل، من کاملا با حرفتون موافق هستم، ایالات متحده آمریکا رفت عراق رو، صدام حسین بزرگترین دشمن ایران رو برداشت، عراق رو کادوپیچی کرد، تغییر جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اسرائیلیا دو تا نیروی بزرگی رو که در منطقه میتونست مزاحمش بشه از بین بردن دیگه، یکی ارتش ایران بوده یکی ارتش عراق بوده دیگه، ساده است. اسرائیلیان نقش داشتن، اسرائیل رو این مانوف کردن، رو این قصه مانوف کردن. آقای بهبهانی، اگر منافع ایالات متحده آمریکا نبود هیچ کدوم اینا انجام نمیشد. من چند هفته پیش وقتی راجع به 9/11 صحبت کردم، خدمتتون عرض کردم، گفتم آقا در سپتامبر 11 اومدن اینجا گفتن که ما آمریکایی رو که میخواد از کشورهای عربی و مسلمان و سنی محافظت بکنه میزنیم. زدند. در مقابلش آمریکا چیکار کرد؟ تمامی این کشورهای عربی رو به هم ریخت. در جای اینقدر به هم ریخته که سرکرده اونها که عربستان سعودی امروز داره به دستپوسی اسرائیل و آمریکا نزدیکتر میشه. چرا؟ عراق رو به هم ریختن برای اینکه صدام حسین ولی جنرال هفتر رفته امروز بشه پوتین، با پوتین مذاکره میکنه. برای اینکه آقای بیبانی، جنرال هفتر نمیتونه در اون آقای پوتین در اینجا هر زمانی که بتونه سوزنی یا خاری بشه در چشم غرب اون عملو انجام میده و فقط میخواد قدرت نمایی بکنه تا مسئله اوکراین حل بشه. ولی زمانی که اومدن کشورهای عربی رو به هم ریختن، عراق به هم ریخته شد، سوریه به هم ریخته شد، لیبی به هم ریخته شد، سومالی به هم ریخته شد، وقتی این کشورها رو به هم ریختن علامتی بود که دادن به بقیه. باور من بر اینه که اگر من با بحث شما هیچ مخالفتی ندارم، اسرائیل ممکنه اینجا نقش داشته، ولی اسرائیل خیلی کوچکتر از اینه که بتونه در سیاست خارجی آمریکا نفوذ بکنه. تمامی جنرال های آمریکایی بابا این نه. نگاه کن 6 تا بچه خورده کجا رفتن نشستن و شما میگه اسرائیل نمیتونه نفوذ کنه. کدام بچه خورده آقای بهبهانی؟ همین آریان طباطبایی و همین عدنان طباطبایی و همین آقای بهبهانی، آریان طباطبایی برای جمهوری اسلامی در اول کار نمیکرده، در اون وسط
اگر دوچار اشکال فکری شده بوده که باید بیاد دفاع بکنه، اومده کاری رو کرده. ولی من یه اطمینان به شما، یک اطمینان خاطر میدم، اگر آقای پرزیدنت اوباما شخصا و اون گروه های چپ و چپ افراطی که امروز دارن سیاست آمریکا رو میگردونن، اگر نمیخواستند این معاملات با ایران انجام نمیشد در داخل عراق و لیبی هم به همون نحو. خب همینو میگیم، ما که شما یه حرف رو میزنیم که فقط داریم نوع لابی من رو دفاع داریم نمی کنم. من میکنم. شما میگین اسرائیلی ها این کار رو کردن، میگم خیر، اگه منافع ایالات متحده آمریکا نبوده هیچ وقت عراق و لیبی و بقیه رو به هم نمیختم. من نکته اینجا فقط هم بفهم عراق بفهم این موضوع شما جالبه بفهم. من نه این در اینجا در این قسمت در این منطقه قسمت زمانی که ما داریم صحبت میکنیم راجع به ایالات متحده، من اون مقایسه ای که میکنم در رابطه با اینکه اگر ایالات متحده نمیخواست انجام نمیشد، عراق به هم ریخته نمیشد، اگر هم ایالات متحده در زمان آقای پرزیدنت اوباما نمیخواستن برجام اندم، آقای بهبانه این اطلاعات در دست اینا بوده. اگر ببخشید دو تا سازمان دست دوم اطلاعاتی دنیا مثل عربستان و اسرائیل اومدن گندش رو در آوردن اینا رو رو کردن، شما من میخوام بگین که دستگاه اطلاعاتی آمریکا این اطلاعات رو نداشته؟ یعنی CIA از اینها از دیدگاه این خانم اطلاعی نداشته؟ مسافرت هایی که خانم آریان طباطبایی به پراگ و بقیه کشورهای اروپایی کردن و با اون چپ و چوله ها نشستن صحبت کردن اطلاع نداشتن اینا؟ این خیلی برای من مشکل قبول کردن این مسئله، ولی باور من بر اینه که در تمامی اینها یک به نظر من تاریخ مصرف داشتن، من جمله سرکرده اینها آقای رابرت مالی. فراموش نکنید این ایمیل ها و تمامی اینها بعد از رو شدن دست آقای رابرت مالی داره پخش میشه، این اطلاعات که دیروز و پریروز و ماه پیش در نیامده بوده. بنابراین باور من برای اینه که شما این سه نفر میگید که رفتن در کجا نشستن، اینها در موقعیت اظهار نظر بوده آقای بهبانی، در موقعیت تصمیم گیری نبوده. این مسئله خیلی حساسه. این چندی نفر اومدن اظهار نظر کردن، نظر خودشون رو نسبت به وقایعی که داره میافته، که نخیر ما باید دیدمون رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض بکنیم. این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی که شما فکر میکردین نیست. درسته که این جمهوری اسلامی همونه که 52 نفر دیپلمات آمریکایی رو 444 روز گرفت، درسته، ولی الان عوض شده، اینها نسل عوض شده. برای همینم هم بود که اتاق فکر جمهوری اسلامی اومد سراغ نسل دوم بچه های که از ایران اومدن. در هر حال من فکر میکنم امروز قدری دست راستی ها، چون الان تقریبا نزدیک به 2 ساله که به پرابهای این گروه پیچیدن و میدونیم که نزدیک به 4 ساله که دیگه چیزی به عنوان برجام وجود نداره، امروز اتاق فکری کاخ سفید، آقای پرزیدنت بایدن سیاست های متفاوت تری رو با اوباما و ترامپ نداره، همون سیاسته، ولی قدری طریقه اجرای اون متفاوت تره. امروز دستگاه کاخ سفید فقط به خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی نگاه نمی کنه، داره جمهوری اسلامی رو در یک تصویر کامل می بینه. آیا جمهوری اسلامی غیر از این مسئله حالا کنترل این چند نفر و اظهار نظر این ایران اکسپرت اینیشیتیوز کارشناسان ایرانی داشتن، آیا جمهوری اسلامی داره ضرر دیگه هم برای غرب داره؟ بله، تهدید اروپاست. امروز شما صحبت دیگه از اروپا نمیبینید. امروز وقتی داریم میبینیم که ماه اکتبر که از یک دو روز دیگه شروع میشه، روز یک شنبه شروع میشه، متوجه مسئله شدیم که انگلستان، فرانسه و آلمان نمیخوان موافقت بکنن که اون تحریمات موشک سازی و پهپاد سازی و برنامه موشک ایران تحریمات برداشته بشه. پس بنابراین امروز نگاه غرب و نگاه ایالات متحده آمریکا به خصوص نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده. نسبت به جمهوری اسلامی اون دید رو دارن که دیگه فقط مسئله هسته‌ای نیست. امروز جمهوری اسلامی میتونه با تکثیر اسلحه و درست کردن پهپاد برنامه‌ای در اوکراین پیاده بکنه که در واقع برای اروپا بد میشه. بنابراین باور من بر اینه که اینها نتونستن اون
فکری که داشتن به طور دراز مدت انجام بدن، برای کوتاه مدت انجام دادن، برجام نوشته شد، ولی چون برجام شکست خورد، بنابراین از نظر من خانم آریان طباطبایی، عدنان طباطبایی، اسفندیاری و بقیه هم به نظر من دچار شکست شدن و امروز دنیا داره اون چهره در واقع بدخیم جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر متوجه میشه. بفرمایید. آره، ولی این لابی با این 4 نفر که تموم نمیشه، که اینا از یه در دیگه میان تو دوباره، برای اینکه میگم یه اشخاص دیگری قشری پشت این داستانه به نام چپ، و همون که شما میشناسیشون دیگه، توی آمریکا هم خب فعالن، داریم میبینیم این ور اون ور همه رو داریم دنبال میکنیم، و اون تصویری که اینا ارائه میدن که ما یه حکومتی هستیم که نمیدونم حامی مستضعفان جهانیم، همینا، همین حرفای مزخرفات. یکی نیست به اینا بگه آقا اینا اگه بلد باشن اول خونه خودشونه درست میکنن. ما این موزل دوره گذشته هم داشتیم، یعنی مثلا فرض کنید وقتی استالین جنایت میکرد، وقتی هر کی میگه آقا استالین داره جنایت میکنه، میگه نه اینا بلنگوی تبلیغات غربه، واقعیت نداره. ولی وقتی دیوار ریخ، وقتی میگفتی انور خوجه، میگفتی آقا کشور دستیه که این چه مرد مقاومه ایه فران. وقتی دیوار ریخ رفتن توی آلبانی، دیدن اه اینجا مردم هنو الاغ سوار میشن، با گاری میرن این برن، کامیون ندارن، اتوبوس ندارن، تیرنا تلویزیون نداره، یه رادیو داره و یه تلویزیون فکستانی که با یه شعای خیلی محدود در خود شهر تیرنا، نه همه آلبانی. این تبلیغات بود و لهستان کشور دستیه که نمیدونم فلان اینا، ولی در حالی که اون تو جنایت صورت میگیره، یارزلسکی رو باید میدیدی نگاه میکردی به سیستمش چجوری کار میکنه، امنیت خونهشون چجوریه. و حال امروز هم در مورد جمهوری اسلامی همینه، هر چی بگی میگه نه اینا تبلیغات غربه، اینا دارن مستضعفین جهان رو حمایت میکنن. بریم، اشاره کردی به عربستان و اسرائیل و اینکه اینا این کارو کرده. الان خب همین داستانی است که در حقیقت چشمانداز آینده است، و اینکه به حال اینا رفتن، گرچه که یه هیئتی رو فرستاده به منطقه کنانه غربی و دیدار محمود عباس رفتن اونجا عربا و عربستان، و گفته که تا مسئله فلسطین همچنان موضوع ما، مطمئن باشه مسئله فلسطین موضوع در حقیقت این پیمان ابراهیم خواهد بود و ما اون رو حتما لحاظ میکنیم. ولی آینده این روابط رو چجوری میبینی؟ مضافم به این که استراتژی جمهوری اسلامی رو چجوری ترسیم میکنی؟ 3 تا 4 تا سوال بود. البته خب آقای میبانی، قبل از که راجع به این آینده عادی سازی روابط صحبت بکنیم، شما درست میگیم. متاسفانه امروز ما در جایی از دنیا قرار گرفتیم که هنوز ایدئولوژی چپ، میدونم متاسفانه من همیشه درست میگم، نتونسته خودش رو در جای قرار بده که از اون یه بازسازی بهتری بکنه. شما نگاه بکنید به مسئله این مهاجرین غیرقانونی که امروز در آمریکا دارن وارد میشن و با اتوبوس ها دارن به شهر نیویورک و بقیه دارن میرن. شما این دیدگاه این کشور ایالات متحده رو نگاه بکنید، اگر اون ایدئولوژی چپ نباشه، اینجا در این ایالت کالیفرنیا، در این شهر لس آنجلس، ما نزدیک به 80-85 هزار نفر هوملس داریم، یعنی تو خیابون میخوابن، شب تو خیابون زندگی میکنن. حالا غیر از اینا که هست، فقط به نظر میرسه که در این 9-10 ماه اول بالای 1 میلیون نفر غیرقانونی از طریق مرزها اومدن تو. آقای بهبانی، اگر خواسته دولت ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن، و باز هم تکرار میکنم
جناح چپ حزب دموکرات به رهبری آقای سندرز و خانم وارن و به نمایندگی خانم کمالا هریس در کاخ سفید نبود، مرزها این جلو رو می گرفتن و این مسائل درست انجام شد. من میدونم که یه زمانی خب اینا رفتن اون کشور رو زدن در و داغون کردن، اون کشور رو بدبخت کردن، حالا اونا دارن میان اینجا. ولی اشکالی که ما داریم، اشکالی که امروز وجود داره با این گروه های چپی، اشکالیه که اونها نمیخوان برداشت بکنن. امروز آقای بهبهانی، وقتی که خانم کلینتون در سال 2015 صحبت از مرزهای باز کرد از آمریکای لاتین تا آمریکا، یعنی این 10 سال گذشته ها، 9 سال گذشته ها، 8 سال گذشته از این مسئله، ببینید این برنامه ریزی ها فرق نمیکنه. حالا این جمهوری خواه میره، این دموکرات میاد، این دموکرات میره، جمهوری خواه میاد، برنامه انجام میشه. در هر حال بعد راجع به مسئله بیشتر صحبت کنم، که برمیگردیم سر مسئله روابط عادی سازی، که به نظر من آقای بهبهانی این مسئله بسیار بسیار مهمه در خاورمیانه. وقتی ما راجع به استراتژی جمهوری اسلامی، بهتر بگیم استراتژی جدید جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، این آینده عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان به نظر من بزرگترین بخش اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته، با در نظر گرفتن اینکه روس‌ها در اوکراین گیر هستن و کاری نمیتونن بکنن، و با در نظر گرفتن اینکه آمریکا انقدر نقش چین رو برده بالا که میخواد نفوذش رو در خاورمیانه نگه داره، ولی طریقه عمل استفاده از ابزار نگه داشتن اون نفوذ در خاورمیانه امروز قدر تفاوت پیدا کرده. در حال در 2 هفته گذشته گزارش‌های متناقضی از این مسئله مذاکرات حالا آمریکا و عربستان از یک طرف و در واقع آمریکا و اسرائیل از طرف دیگر بود، ولی به دو تا مسئله خیلی حساس باید نگاه کرد. و اون این بود که یک دو روز پیش وزیر گردشگری اسرائیل به عربستان سفر میکنه. خب ایشون وقتی سفر میکنه که با پاسپورت آمریکایی و فرانسوی سفر نمیکنه، که با پاسپورت اسرائیلی میره اونجا، هواپیما از تل اویو بالا میشه میره ریاض میشینه. بنابراین ما بخوایم یا نخوایم امروز یک رابطه دو فاکتو بین اسرائیل و عربستان وجود داره. قسمت دیگری که به نظر من خیلی حساس بود و جالب بود، ورود سفیر عربستان در اردن به رام الله که میشه پایتخت فلسطینی ها در کرانه رود غربی اردن. این سفیر به دستور محمد بن سلمان میاد به مناطق فلسطین و میاد به دیدار محمود عباس ابو مازن، و قرار بوده که این سفیر بیاد در اورشلیم و از مسجد اقصا دیدن بکنه. به درخواست محمود عباس و به درخواست فلسطینی ها بهش میگن که شما از این سفر منصرف بشین و این سفر رو کنسل بکنین، برای اینکه اگه شما برین اونجا ماموران حفاظتی شما پلیس اسرائیل خواهد با یونیفرمی که حالا به عبری نوشته شده، بنابراین این دیده خوبی برای ما نداره، ما رو یه قسمتی از این معامله نشون نمیده. به دستور محمد بن سلمان این سفیر از رفتن به البته سفرش رو کنسل نمیکنه، ملغی نمیکنه، میگه در فرصت دیگری من این سفر رو انجام میدم. چرا من به این اهمیت میدم آقای بهمانی؟ بدین معنی که وقتی میگم که یک نوع رابطه دو فاکتو وجود داره، وقتی که سفیر وارد قسمت فلسطینی نشین ها شده، از اونجا تا اورشلیم راهی نیست. بنابراین از قبلا برنامه ریزی شده بوده، آقای سفیر بدون اطلاع اسرائیلی ها وارد اونجا نمی شده، بنابراین خب ارتباطاتی در اینجا وجود داره. مشکلی که امروز وجود داره آقای بهبهانی در آینده، من وقتی راجع به آینده و نگرش به این آینده عادی سازی روابط داریم می کنیم، اینجاست که فلسطینی ها میگن که ما میخوام که دولت خودمون رو تشکیل بدیم، به مرزهای 1967 برگردیم، غیر ممکنه، پایتخت اورشلیم بشه پایتخت ما، اونم غیر ممکنه. پس بنابراین ما موقعیت فلسطینی ها رو میدونیم که دو تا غیر ممکن رو میخوان با حضور این دولت دست راستی مذهبی در اسرائیل انجام بده. این دولت دست راستی مذهبی در اسرائیل مسئله اسلو و مسئله تقسیم این زمین ها، ما در زمانی که قرارداد اسلو تنظیم شد، مناطق غربی رود اردن رو، کرانه رود غربی اردن رو به 3 بخش تقسیم کرد، A, B and C،
که در واقع A در اختیار اسرائیل بود و در واقع ببخشید A در اختیار کامل فلسطینی ها بود، B منطقه وسطی بود که تحت قوانین فلسطینی ها عمل می شد اما کنترل نظامی اسرائیل بود، و بخشی که C بود که در اختیار اسرائیل بود که قسمتی از شرق اورشلیم و بقیه بود. بنابراین امروز دو تا عامل غیر ممکن وجود داره که اسرائیل به هیچ وجه، حتی اگر این دولت دست راستی هم کنار بره، مذهبی سقوط بکنه و نتانیاهو اصلا اجازه بده بگیم که دولت دست چپی بیاد روی کار، که اونم باز غیر ممکنه چون باید میانه رو باشه که بتونه ائتلاف بکنه، این عمل انجام نخواهد شد. بنابراین آینده کشور فلسطین در کرانه رود غربی اردنه به پایتختی رام الله، و اینکه اسرائیل باید اینجا امتیاز بده، اون امتیازی که عربستان سعودی دنبالش میگرده که اسرائیل به فلسطینی ها بده، واگذار کردن بخش بیشتری از کرانه رود غربی اردن و خراب کردن تعداد بیشتری از این خانه سازی ها و شهرک سازی ها هست، یعنی واگذار کردن بخش بیشتری. بنابراین امکان این که اسرائیل این کارو بکنه بسیار بسیار زیاده، امکان این که دولت نتانیاهو این کارو انجام بده بسیار بسیار زیاده. ولی در کنار اینها باید اول موقعیت عربستان رو نگاه بکنیم. امروز عربستان میخواد روابط خودش رو بهبود بده با سه کشوری که حالا یا دشمن یا نیمه دشمن بودن قبلا، و این سه کشور عبارتند است از اسرائیل، جمهوری اسلامی و سوریه. عربستان داره همزمان رابطه خودش رو با این سه کشور بهبود، خب رفتن سوریه رو بردن به لیگ عرب، بعد با جمهوری اسلامی رابطه دیپلماتیک ایجاد کردن، و امروز بر طبق گفته خود محمد بن سلمان در هفته پیش رابطه ما با اسرائیل در حال عادی سازی هست و همینطور داره پیش میره. حالا که این عادی سازی پیش میاد، من فکر میکنم هنوز یک سال فاصله داریم از اونجا، و اون در زمانی انجام میشه که دولت ایالات متحده آمریکا اون پیمان دفاعی رو که عربستان میخواد بهش بده و اجازه بده که عربستان حالا اورانیوم هم یک پایگاه اتمی هم براشون درست بکنه. اما موقعیت عربستان سعودی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، از سال 1948 کشور اسرائیل تشکیل شد، عربستان سعودی با تجزیه فلسطین و پیدایش کشور اسرائیل کاملا مخالف بود و از اینجا بود که اون دشمنی به وجود اومد. ولی امروز مسائل ژئوپلیتیکی که در منطقه وجود داره و مسائلی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، سیاست‌های نادرست و تروریست پرورانه جمهوری اسلامی، عربستان و بقیه رو وادار به تفکر مجدد کرده. قسمت دیگر این مسئله، مسئله سیاست آمریکاست که میخواد در واقع جای پای نظامی خودش رو در خاورمیانه کمتر بکنه، بدین معنی که بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه و رابطه سیاسی و رابطه عادی بین عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد بکنه. اگر در نظر بگیریم که هند، خاورمیانه و اروپا و اون کوریدور اقتصادی که دارن درست میکنن، که البته من با تمامی برنامه های محمد بن سلمان که خاورمیانه اروپای جدید خواهد شد، قدری اینجا اختلاف نظر دارم، و اختلاف نظر من از اون نقطه نظره که میتونیم با خرج کردن پول، ببینید آقای ببانی، عربستان سعودی ثروتمندترین کشور خاورمیانه است و پرارزشترین منابع انرژی دنیا رو داره و در واقع کنترل بیشترین صندوق پولی دنیا رو داره، کنترل داره رو دریای سرخ، خلیج فارس، کنترلی داره رو کشورهای سنی اون منطقه از امارات و کویت و بحرین و قطر، علاوه قطر و انزل خیلی کمتر هست. تمامی اینها عربستان رو به یک بازنگری جدید پیش رو. مسئله ایالات متحده آمریکا و کاری که ایالات متحده آمریکا در سال 2019 به حمله به آرامکو نکرد، عربستان رو مجبور به این بازنگری کرد که نگاه خودش رو قدری به طرف چین و قدر بیشتری به طرف اسرائیل داشته باشه. بنابراین امروز یکی از بزرگترین موانعی که عربستان سعودی داره خب جمهوری اسلامیه. من فلسطین رو الان در اینجا وارد نمی کنم، برای که من فکر میکنم اگر عربستان سعودی به این نتیجه برسه، اگر محمد بن سلمان زمینه رو کاملا آماده ببینه برای ایجاد عادی سازی روابط با اسرائیل، فلسطینی ها رو کنار خواهند گذاشت، فلسطینی ها رو در جای قرار خواهند داد که امروز هم هستن، چون من فکر نمی کنم مسئله فلسطینی ها اگر گذشت نکنن از مرز 1967 و پایتختی اورشلیم
کشوری به عنوان فلسطین تشکیل نخواهد شد. بنابراین من بارها این مسئله رو گفتم، هر اتفاقی که افتاده اگر اسرائیل موافقت بکنه که شرق اورشلیم به عنوان یک شهر بین المللی تحت کنترل هیچ کس نباشه، که باز اونم من مشکل میبینم، امکان بیشتری وجود داره. ولی امروز امروز فلسطینی ها میتونن کشور مستقل خودشون رو در کرانه رود غربی اردن تشکیل بدن و در واقع در یک حالت فدراسیونی با اردن و کمک های عربستان سعودی و اون کریدور اقتصادی هند و خاورمیانه با اروپا که داریم صحبت میکنیم میتونه کمک زیادی به فلسطینی ها بکنه. به خصوص میبینیم که با شلوغی هایی که در مرز اسرائیل و غزه در چند روز پیش انجام شده بود و اسرائیلی ها 15 هزار در واقع اجازه کار به فلسطینی های غزه داده بودن، اون رو به 20 هزار نفر تبدیل کردن و فعلا نمقداری اون تظاهرات آرامتر شده. به نظر میرسه که امروز حتی خود حماس هم نمیخواد در غزه مسئله رو با اسرائیل ایجاد بکنه و سعی و کوشش حماس بر اینه که مسئله در کرانه رود غربی اردن، منظورم همون جایی که محمود عباس هست، وجود در واقع قدرت فلسطینی هست، اونجا رو شلوغ بکنه که هم به اربابانشون در تهران پیام بدن که بله ما این کارو کردیم، همین که به عربستان سعودی پیام بدن که شما وقتی راجع به فلسطینی ها صحبت میکنید ما هم وجود داریم، حماس هم وجود داره. البته اون از بحث من امروز به کنار است. بنابراین موانعی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه، جمهوری اسلامی رو مجبور کرده که یک استراتژی جدیدی رو پیاده بکنه. این استراتژی جدید جمهوری اسلامی چی هست؟ آقای بهبهانی، استراتژی نگرش دیگری به منطقه است. مناسبات با عربستان سعودی، مناسبات بهتر با امارات، مذاکره با بحرین، مذاکره با کویت و اثر چاهای نفته، مذاکره با مصر و در واقع ایجاد مجدد روابط دوستی با مصر در حالتی که بتونن در واقع با اون سیستم اخوان المسلمینی که در اونجا هست دیگه از اونا پشتیبانی نکنن و اجازه بدن که مصری ها زندگی خودشون داشته باشن و السیسی بتونه اون برنامه رو انجام بده. ولی اگر ما این استراتژی جدید رو بخوایم نگاه بکنیم، در اول برنامه میدونم ما صحبت کردیم راجع به افکاری که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داشت در سال 2014 برای بهتر کردن وجه جمهوری اسلامی، امروز هم آقای بهبهانی این استراتژی جدید چیزیه که جمهوری اسلامی متوجه شده که دیگه نمیتونه با برنامه های تروریستی منطقه‌ای، حالا برنامه های تروریستی جای دیگه من کار ندارم، برنامه های تروریستی منطقه‌ای، ایجاد ترس و وحشت در داخل کشورهای عربی، دیگه نمیتونه با اون نحو ادامه حیات بده. بدین معنی که امروز عربستان سعودی برای مقابله با این مسئله دست دوستی به طرف اسرائیل دراز کرده و با جمهوری اسلامی هم رابطه ایجاد کرده. بنابراین این بازی ها در مقابل تغییرات و تغییر نگرش عربستان سعودی، جمهوری اسلامی هم مجبوره که استراتژی جدید رو پیاده بکنه. ولی اجازه من یک لحظه نگاه بکنم با آمریکا، ببینیم که این استراتژی جدید، چون آمریکا ابزارهای آشکار و پنهانی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی داره. خب ابزار آشکارش عقب راندن سیستم جمهوری اسلامی، ابزار آشکارش تحریمات و ابزار پنهان در واقع تحریمات رو سرانجام نده، یعنی اجازه بده با وجود تحریمات جمهوری اسلامی شروع بکنه به صادرات نفت که در واقع از هم متلاشی نشه. زمانی که ما نگاه میکنیم به مسئله چپ که راجبش صحبت کردیم، این هم قسمتی از همون مسئله است. امروز کسانی که در کاخ سفید نشستند که از گروه چپ افراطی سیاست آمریکا در واقع دارن بهره برداری میکنن، نمیخوان ببینن که این جمهوری اسلامی داره پاچیده میشه. بنابراین میان تفکراتی رو در اینجا، نمیخوام بگم در اونها میکنن، ولی این تفکرات و استراتژی که داره پیاده میشه نمیتونه فقط سیستم رو به عقب برونه، منظورم سیستم جمهوری اسلامیه. بنابراین امروز آمریکا متوجه خطر کامل جمهوری اسلامی شده که خطر هسته‌ای قسمتی از اونه، خطر موشکی جمهوری اسلامی خطر بزرگی، خطر ساختن موشک‌ها و تکثیر سلاح‌ها خطر دیگری. چطور میتونه با این مبارزه بکنه؟ عربستان چطور میتونه با این مبارزه بکنه؟ با عادی سازی روابط با اسرائیل. و مهمترین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره، مسئله بیرون آوردن فلسطینی ها از دست جمهوری اسلامی به عنوان حربه که در منطقه استفاده بکنن و برای جلوگیری از در واقع تشکیل دولت فلسطین و جلوگیری از
عادی سازی روابط. آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد؟ از نظر من خیر. چیزی که عربستان سعودی دنبالش هست پیمان دفاعی، پیمان دفاعی در داخل کنگره آمریکا قدری مشکل خواهد داشت با این چپیایی که امروز سر کار هستن، چون اینا محمد بن سلمان رو هنوز قاتل حساب میکنن. بنابراین باید نگاه بکنیم که ببینیم زمان این میتونه کوتاه‌تر بشه، نقش نتانیاهو در اینجا چی هست، اون چه کاری رو میتونه انجام بده. به نظر من نتانیاهو نقش رو کاملا خوب اینجا ایفا کرده، اسرائیل در اینجا بسیار برنامه رو خوب ایفا کردن و بعد منتظر بود دید که عربستان سعودی در چه مدت زمان آینده ای با اسرائیل عادی سازی روابط خواهد کرد و آیا فلسطینی ها و اون مسئله خاص محمود عباس که من چند بهش اشاره کردم آیا میتونه انجام بشه که از نظر من غیر ممکنه، آیا عربستان فلسطینی ها رو کنار خواهد گذاشت؟ مسائلی که من فکر میکنم در یک سال آینده، در 12 ماه آینده با انتخابات پیش روی آمریکا و مسائلی که در خاورمیانه میبینیم جواب داده خواهد شد. بفرمایید. بله نمیدونم، ولی خیلی مسئله وجود داره. یعنی آخر اشاره کردی، یکیش همین داستان بن سلمان. من از روز اولی که بن سلمان اومده بر سر قدرت و پدرش رو وادار کرد که خلاف سنت و عرف جامعه عمل کنه و به جای اینکه برادره شازده بشه اینو شازده کرد و اینو شاه بعدی اعلام کرد، من همیشه گفتم که این یه اتفاق خوبه. اگر بن سلمان موفق بشه منطقه تغییر میکنه. پس فرمان به اون حرفی که زده که منطقه رو تو 5 سال آینده اروپا خواهم کرد، من به حرفش باور دارم، فکر میکنم توانشو داره. اروپا نخواهد شد، مثل ایران دوره آریامریخ میتونه بشه. مگه ایران دوره آریامری چیزی از اروپا کم داشت؟ نه، مدرنتر از اروپا بود. وقتی ما تلویزیون رنگی داشتیم اسکاندیناوی هنوز تلویزیون رنگی نداشتن. وقتی فشن در ایران بود هنوز تو اروپا اون فشن وجود نداشت. حتی موزیک پاپی که در ایران بود جلوتر بود از بازار پاپی که در ایران بود، جلوتر از بازار پاپ در اروپا بود. ولی آیا ایران اروپا بود؟ اگه اروپا بود پس چطوری توش انقلاب اسلامی شد؟ نه. ولی از نظر شکلی چرا والا امنیت بود، آسایش بود، پول بود، ثروت بود، همه چی بود. اینم همه حرفو زده. مقصودش نیستش که کنف یکم میکنیم نمیدونم مردم اروپایی میشن. مردم اروپایی نمیشن، اما میشه شکلی از اروپا رو فرمش اونجا برد و این زمان میبره، نیاز به آموزش و پرورش داره تا بتونه اخلاق جامعه رو تغییر بده و دروغ رو به عنوان امر زشت معرفی بکنه. داری که تو این جوامع دروغ امر زشت نیست. شما اون مسئله مذهب رو دارین جا میندازین میذارینش کنار. آقای بیوانی یک کشور اسلامیه، این یک کشور اسلامیه، جمهوری اسلامی هم. خب ایران هم اگه به هم ریخت، آقای بیوانی همه حرفتون درسته، آقا ما یک کشور اسلامی بوده، برای اینکه ما اگه این مذهب رو نکشیم امروز یک کسی یه ایمیلی زده همین یکی 2 ساعت پیش که آقا شما که این حرفا رو میزنی اگر که شاه احزاب رو آزاد میکرد فکر نمیکنی که احزاب اسلامی میومدن و قدرت رو میرا بودن؟ و نه، اولا ما نمیتونیم راجبه امری که اتفاق نیفتاده حرف بزنیم. چیزی که نبوده ندیدیم که نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، که تصور میتونی بکنی اما این تصور مبنی بر یه واقعه نیست، پس واقعیت نیست، خیاله. اما نه، نمیشد، برای اینکه تم حزبی به سمت انقلاب حرکت نمیکنه، به سمت این میره که دولت رو به دست بگیره، اهداف خودش رو پیش ببره، نمیره حکومت رو پشت رو بکنه. هیچ حزبی که حکومت پشت رو نمیکنه، حزب دولت رو تغییر میده، حکومت رو تغییر نمیده. ما هنوز فرق بین حکومت و دولت رو یاد نگرفتیم. شماره 1. شماره 2 این که
به حال از نظر عربستان بن سلمان میتونه از نظر شکلی چنان که کارا رو کرده، شما نگاه کنید رانندگی زنان، شما نگاه کنید کنسرت در عربستان، اصلا اینا تابو بوده، اینا نشدنی بوده از 1980 بعد از ماجرای قحطانی و ادعای امام زمان و تسخیر مکه و بعد حضور پلیس فرانسوی توی مکه، اصلا اینا تابو بوده، همه اتفاقا افتاده و بعد اسلامی ها اومدن فجایع جهان رو هم داریم میبینیم. امروز بن سلمان داره میگه نه آقا خط غلطه، باید تغییر کنه، آخوندها رو بذاری کنار، اینو بذاری که اونو بذاری کنار. میشه مثل دوره شاه، دوره شاه مذهبی بودن ولی اینجوری نبود، کسی با کسی کاری نبود. بگذاریم صحبت از این داستان کردی، یه چند تا موضوع تو ذهن من اومد. یکی، چند بار اشاره کردی به بی بی نتانیاهو. الان دستگاه عدالت اسرائیل یعنی سوپریم کورتش، دیوان عالی قضایی، اومده میگه که داره بررسی میکنه لایحه‌ای رو که مجلس تصویب کرده، که در این لایحه همین اعتراضات هم بابت همینه که اختیار نمیدونم عزل نخست وزیر رو در حقیقت داره کم میکنه و نشه به آسونی دولت رو استیزا کرد، دولت رو تغییر داد، و اینا معتقدن که این فقط برای نتانیاهو این قانون رو درست کرده، چون نتانیاهو پرونده های قضایی فراوان فراوان دارد و اعتراضات هم در اسرائیل بابت همینه. آیا فکر میکنی اولا این وضعیت به کدوم سم میره و اگر بی بی تغییر کنه چه اثری روی این آینده این روابط اسرائیل و عربستان خواهد گذاشت؟ آقای ببانی، من یادش کنم که خوب شنودم. شما یه اشاره کردین که اولا کاملا حساس درست بود، گفتید که یه نفر ایمیل فرستاده که اگر شاه در اون زمان شاه فقید آزاد میکرد احزاب اسلامی درست میشدن. خب الان همین سوالی که شما الان مطرح کردین، آقای ببانی، مشکلی که امروز اسرائیل درش گیر هست همین اینه، همین احزاب مذهبی هستند که اومدن. خواهش میکنم من از زده مذهبی نگاه نکن، اگر نگاه کردید هم نده، ولی شما نگاه بکنید سال 1948 در کشور اسرائیل هیچ حزب مذهبی وجود نداشته، یه حزب کارگر بوده و یه حزب همین دست راستی لیکود و فلان دیگه، حزب مذهبی وجود نداشته. آیا من این مسئله از نه از سال 1978 یا 79 در حقیقت پس از انقلاب اسلامی در ایران، چون که این جمهوری اسلامی قبل از اینکه وارد ایران بشه، پاکستان با کشتن بوتو و ضیاءالحق، سرکار آمدن ضیاءالحق، اعلام کرد اساسا جمهوری اسلامی پاکستان. درسته که پاکستان یک کشور بر مبنای اسلام ساخت، اصلا اسمشو از این گرفت که ما پاکیم و اونا نجسن، اینجا استان پاکه، اون بقیه نجسن، و بنابراین گفتن که آقا شما برید سه کار خودتون. و من نکته که میخوام بگم اینه که خیر در اون زمان شاه هم اگر اون احزاب اسلامی میمدن سرکار، قسمتی از سیستم بودن و ملت ایران میفهمیدن که به کی باید رأی بدن. آقا ببانی، ما سال 57 باعث بود لباسمون رو عوض میکردیم عزیز من، ما در دوره شاه داشتیم مثلا یه آدمایی، فرض کن مثل عباس میرزایی، یه آدمی بود که نماینده کارگران دخانیات بود، این بعدن شد نماینده مجلس. توفیق یه کاریکاتور داشت از این به عنوان آمیرزا یاد میکرد، عکس آمیرزا رو میشه یه آدمی با تحریش و همین شکل حسین شریعت مداری، تصویر هم تو دستش و اینا. یا یکی دیگه داشت به نام اوسباس که این عباس دانشمند بود، یه خیاطی بود که روبروی دانشگاه خیاطی داشت، برای دانشگاهیام لباس می‌دوخت و غیره و زالک، اونم به عنوان نماینده بود. یعنی بودن ولی تطبیق میداد آمیرزا یا عباس میرزایی خودشو تطبیق میداد با شرایط. درسته که اصلاحی بود، درسته که البته چادر سرشون میکردن، اما یکی چادر نداشت نمیرفت اسید بپاشه تو صورتش،
این کارها رو نمی کردن. یعنی بود تم جامعه تم دیگه. اگر هم می کردن خیلی کم بود و ما نمی فهمیدیم. در حال اجازه بدید من برگردم سر این سراغ داستان. نکته من چی بود اینجا؟ نکته من اینه که ببینید هر زمانی احزاب مذهبی میتونن بیان سر کار. هفته پیش خب در سراسر دنیا روز بود به نام یوم کیپور، روز اتامنت، روز روزداری و دعا و اینها. در داخل من دارم میگم که متوجه نکته من بشین. در داخل در تل اویو در یکی از خیابان‌های معروف اومدن چیزی رو که ما به انگلیسی بهش میگیم که gender segregation، در اینجا میشه public gender segregation. ما gender segregation یعنی جدایی زن و مرد، یعنی اونی که male female هست اصلا جدا میشه، ما به میگیم gender segregation. یه موقعی در آمریکا color segregation وجود داشته، سیاه ها و سفید ها از هم جدا می شدن. در آفریقای جنوبی هم یه نوع segregation که حالا ما نمیخوام از کلمه apartheid استفاده بکنیم، به همین مسئله gender segregation ما کنار میاد. خب بعدن گفتن که آقا ما میخوایم در اینجا در داخل یکی از خیابان های تل اویو بیان مراسم مذهبی ایجاد بکنیم، یه گروه های مذهبی. اونا بر طبق باورهاشون مثل همون باورهای جمهوری اسلامی زن و مرد بعد از زندگی جدا بشینن. البته گروه‌هایی که در آمریکا و در اسرائیل و در جاهای دیگه هستن، یهودی‌هایی که به عنوان گروه‌های ریفورم هستند، زن و مرد کنار هم میشینن. خب اینا اومدن یه عده‌ای هم اومدن واسه اون خیابون اینا رو به هم ریختن و پلیس هم دخالتی نکرد، برای اینکه گفتن اینجا محلی نبوده که تشکیل شده باشه، این برای فرایض مذهبی بوده که البته به هم ریختن و اونا هم دک و بوزشون رو جمع کردن رفتن. آقای بهبهانی ما داریم راجع به سال 2023 صحبت میکنیم، فرق نمیکنه مذهب چیه، یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، فرق نمیکنه. آقا این ایدئولوژی خراب که تو مغز آدم ها تزریق کردن وجود داره. در اروپا 500 سال کشتن و سوزوندن مسیحی ها رو تا اینکه مسئله پروتستان به وجود اومد و گفتن آقا ول کنی بسه. آقای بهبهانی من این مقایسه ای رو که کردم برای اینه که اون زمانی که ما راجع به اعتقادات مذهبی صحبت میکنیم، مسئله علم و دانش و مسئله اینی که ما منطقی باشیم وجود نداره. بنابراین سیستم های سکولار، سیستم هایی که دموکراتیک هستن، دموکراتیک و سکولار، باید خودشون رو و همیشه از مذهب جدا نگه داشتن. وقتی شما راجع به دیوان عالی اسرائیل صحبت میکنید و کنترلی که میخوان روی مسئله حالا دولت انجام بدن، این مسئله اگر اسرائیل قانون اساسی داشت مثل ایالات متحده آمریکا که یک قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمریکا وجود داره و حتی سوپریم کورت آمریکا نمیتونه تصمیم گیری بکنه که خارج از این چهارچوب قانون اساسی بشه، اشکال در اونجاست. ولی آیا دیوان عالی اسرائیل این میتونه در واقع اونجا موفق باشه؟ هر نظری که دیوان عالی قضات اسرائیل بده بنابراین عملی خواهد شد. آیا دولت نتانیاهو میخواد و دولت مذهبی این در واقع ائتلافیون دولت مذهبی اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو میخوان تغییرات داده بشه که قدرت دولت بیشتر بشه و دادگاه عالی نتونه در تصمیم گیری های دولت دخالت بکنه و اگر دولت لایحه رو در واقع تصویب میکنه اون لایحه میتونه بره دیوان عالی اسرائیل و دیوان اسرائیل رای میده که نخیر این لایحه شما خوب نیست بذارنش کنار. تمام این جنگ ها تظاهرات و این مسائل سر اینه که آقای بهبهانی اون خطی که ما به عنوان خط سکولار دموکراسی نگاه میکنیم در اونجا به هم نریزه. من تکرار میکنم زمانی که اسرائیل تشکیل شد هیچ حزب مذهبی وجود نداشته، بنابراین اون کسی که امروز دوچار اشکال هست احزاب مذهبی هستند که میخوان قدرت بیشتری و نفوذ بیشتری رو روی مردم داشته باشن. یه کشور دیگه هم هست به نام جمهوری اسلامی که میخواد مردمش رو کنترل کنه، درست میگم؟ هستن. اونا هم میگن آقا حجاب سر نکنین، اونا هم میگن این کارو میکنین، ببخشید با همه اعضای بدنش ملت ایران اینا کار دارن و نظریه میدن. خب اینا هم همینن. آقا ببینید فرقی نمیکنه. بنابراین اون چیزی که دیوان عالی قضات اسرائیل داره میگه، میخواد اون حق
دموکراتیک و سکولار مردم رو دفاع بکنه. آقای نتانیاهو در دادگاه سه پرونده دارن و من فکر میکنم این سه پرونده به جایی کشیده نخواهد شد و آقای نتانیاهو کسی بودن که به کشور اسرائیل خدمت کردند. نباید خدمات این سیاستمدار کهنه کار رو ما کنار بذاریم. امروز آقای نتانیاهو در موقعیت تاریخی قرار گرفتن که کارهای دیگری را انجام بدن. آیا وقت زمان اون برسه میتونن با این ائتلافیون کنار بیان؟ اگر نیان چی میشه؟ من فکر میکنم زمانش اگر برسه آقای نتانیاهو مذهبی ها رو کنار خواهد گذاشت، مذهبی های افراطی رو مثل اون دو وزیر و بقیه رو با بقیه همکاری خواهد کرد. بفرمایید. آره عزیزم، منم با شما هم عقیدم در این مورد. میدونم که بی بی این کار رو خواهد کرد. من میگم با شما هم عقیدم، میدونم بی بی این کار رو خواهد کرد. اگه ببینه موضوعش در خطره، مثلا همه چیز رو عوض میکنه، میتونه، این توان رو اون داره. اما بذار بریم سراغ یه اتفاق دیگه. اونجا میخواستم راجبش حرف بزنم، گفتم بذار اینو اینجا. ببین راجب ایران که صحبت کردیم، راجب عربستان که صحبت کردیم، عزیزان، کسانی که این برنامه رو میبینید، من بارها توضیح دادم ایران از صحنه جهان حذف شده است، نه اینکه حذف خواهد شد. ایرانی دیگه وجود ندارد، نه اینکه وجود نخواهد داشت. ایران یه جایی بوده، یه روزگاری بوده، یه کشوری بوده، امروز هیچی نیست. اول نفت و گازشو قطع کردن در حالی که روزگاری مهمترین موضوع در سال 1973 اویل کرایسیس وجود داشت. تمام پمپ بنزینای جهان خط شدن برای اینکه شاه ایران شیر نفتو یه ذره کم کرد، گفت نه پولمونو بدین نفتو بهتون میدیم. اینا نفت گاز ایران رو قطع کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. ایران رو در سخت در این تحریما گذاشتن، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچی تغییر نکرد. امروز تمام خطوط ارتباطی رو دور میزنن، ایران رو ازش میذارن بیرون، هیچ فرقی نمیکنه. الان سر داستان قره‌باغ هم همین اتفاق افتاده. این نیستش که قره‌باغ، شما هفته پیش گفتی قره‌باغ یه منطقه میون کوه، یه جاییه که 100 سال اندی پیشا بعد از داستان لنین و انقلاب به اینا گفتن آقا شما برای خودتون خود مختار، شما برین جمهوری قره‌باغ داشته باشین. و یه مرزی داشت با ایران و در جنگ‌های گذشته دهه 90 میلادی بین آذربایجان و ارمنستان که اون داشاقا نمیدونم با رضای دقتی اون عکاس معروف جهان که تصادفا ایرانی هم هست عکسایی رو گرفته بود، نشون میداد که قاشق چایخوری رو سرشو کج کردن تو جیبشون، وقتی یارو سروزای گیر میارن میندازن تو چشش، چش یارو رو در میارن. و این عکس ها رو توضیح کرد، نشون داد. و دخالت ایران در اونجا، نمیدونم حمایتش از ارمنستان، امروز همه چیز رو ازش گرفتن. ترکیه رفته اونجا با علیوف نشسته، با هم دست دادن، گفتن آقا بی خیال، ایران گو ایران با ما. اصلا فراموش ایران کجاست؟ ایران هیچی نیست، تو نقشم دیگه نیست. بفهم ببینیم که این قره‌باغ چیه داستانش، چون که ایران به حال حذفه، ولی ببینیم که این هجومی که مردم قره‌باغ دارن میان از 100 و خورده هزار نفر جمعیتش، میگه 60 هزار تاش فعلا رفتن به ارمنستان، چه اتفاقی داره میفته. بعدم اعلام کردن که اصلا رئیس مملکتشون گفت آقا دیگه از اول ژانویه ما نیستیم، همچی جمهوری وجود نداره. یعنی چی؟ نگاه شما رو به این قضیه ببینیم. بفهم. قبل از این مسئله قره‌باغ، آقای ببانی، ایران از صحنه اقتصادی دنیا محو شده.
تنها اتفاقی هم که افتاد برای اقتصاد دنیا هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی برای ملت ایران خیلی اتفاق افتاد. حالا در زمان یعنی دیگری چی؟ هم میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا همه چی؟ ببینید، اقتصاد همه داستان. یعنی شما اگه با همسایت باید مراوده داشته باشی، اگه با همسایت مراوده نداشته باشی فلان مردی. خب استراتژی جدیدی که ما صحبت کردیم همین بود دیگه. اون استراتژی جدید وقتی من گفتم که آمریکا باید خطر جمهوری اسلامی رو فقط به خاطر مسئله هسته‌ای نبینه، و اگه بتونن اون عقب بزنن اونها رو بعد میتونن. مسئله اینه که آیا ایران رو وارد بازی اقتصادی بین‌المللی خواهند نه کرد عزیزم، یا نه؟ مرده. اگر آقای بهبهانی امروز قیمت نفت در گستیشن‌های کالیفرنیا روی 7 دلار داره میچرخه، آقای بایدن انتخابات در پیش داره، آقای بایدن در داخل حزب خودش زیاد محبوبیت نداره، آرایی که داره میاد بیرون نشون میده که آقای بایدن نمیتونه ترامپ رو شکست بده، بنابراین تمامی فاکس اینها نگاه میتونه میکنی عوض یا بشه، CNN و میتونه اینا اینو عوض. نمیگن؟ من نه CNN نگاه میکنم نه فاکس آقای بایدن، به در خدا هر اونا حال اینو اسم نمیگن، اونا نه همش رو 46 46 با هم میگن، اینا نک تو نک دارن حرکت میکنن. نه 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 حتی تو اونا نه. کانونشن خود جمهوری خواهد اعتراض داشتن که این که نمیاد تو کانونشن معنی نداره، نمیتونه شرکت کنه. اون دیبیتی که شما دارین صحبت میکنین آقای بهبهانی، این آدمایی که تو اون دیبیت جمهوری خواه بودن از نظر من 2 نفرشون بیشتر مطرح نیستن، خانم نیکی هیلی و آقای دی سنتس، کسانی که میتونن تشکیل بدن مسئله ای رو در آینده. بنابراین میرسیم به اون زمانم، در حالا چند هفته آینده که نزدیکتر میشه، در حال قره باغ یکی از دوستانم یه ایمیل بسیار سرگشاده برای شما فرستاد که شما برای من فرستادید ایمان عزیز، و خیلی هم قشنگ خیلی ایشون خوب نوشته. تحلیل کرده بودن و دیدشون کاملا بسیار بسیار درست و به جا بود. در حال این مسئله قره‌باغ، ببینید اتفاقات که خب یه منطقه تاریخی بوده که سالیان سال، شاید 1000 سال 2000 سال وجود داشته و درش هم خب ارامنه زندگی میکردن و وجود داشته. امروز سال شما گفتید 60,000 نفر، من فکر میکنم تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم بالای 80,000 نفر از این 150,000 نفر ارامنه ای که در قره‌باغ بودن راه افتادن اومدن ارمنستان. فقط هم یه جاده وجود داره و بنزین هم به اندازه کافی نیست، حتی در یکی از گستشن هایی که ماشین های استاده بودن که بیان بنزین بزنن، اینا گستشن منفجر میشه، 60-70 نفر تو آتش سوختن، فجایع زیاده. ولی من سعی میکنم در مدت کوتاه یه تصویر کاملی از این اتفاقات رو با در نظر گرفتن در واقع 3 کشور روسیه، ترکیه و ایران نشون بدم. آذربایجان که جای خود داره، ارمنستان هم که جای خود داره. ارمنستان یه کشوریه که بیشتر از 3 میلیون جمعیت نداره. حالا این 100 هزار نفری که اومدن، 150 هزار نفری که بیان، برای ارمنستان بسیار بسیار مشکله. متاسفانه من از نقش اسرائیل در اینجا زیاد خوشحال نیستم، در نقشی که با آذربایجان داره بازی میکنه، ولی خب چیزی رو که اسرائیل داره نگاه میکنه به این مسئله اینه که از پایگاه های سابقی که در آذربایجان هست، که 2 پایگاه هست که در مرز 2 تا آذربایجان وجود داره که میشه مرز آذربایجان و ایران، از این پایگاه ها برای کنترل مسائل نظامی خودش، حالا عملیات خرابکارانه، عملیات پهپادی و عملیات دیگه انجام میده. بنابراین آذربایجان یک اهمیت خاصی برای اسرائیل داره. در حال بازیگران اصلی که در این مسئله وجود داره روسیه، ایران و ترکیه است. خب یه جمهوری به نام نخجوان هم اونجا وجود داره که اردوغان میخواد از این طریق یک کریدور اقتصادی بزنه و از طریق ترکیه بتونه به این کشورهایی که حداقل زبان مشترک ترکی دارن نزدیکتر بشه. خب آذربایجان هست، ترکمنستان هست، نمیدونم بقیه کشورها هستن، و نقش ترکیه در اینجا بسیار حساسه، برای اینکه ترکیه حتی در زمان اون چیزی که آتمن امپایر بهش میگه، امپراتوری عثمانی، نتونسته بود این کشورها رو کنترل بکنه و مقداری کمتری از این کشورها تحت کنترل امپراتوری عثمانی بودن، و این کشورها که ما به اینها کشورهای جنوب قفقاز میگیم بیشتر تحت کنترل روسیه و ایران بودن، روسیه تزاری. و در واقع قراردادهای گلستان و ترکمنچای 1800 به بعد بود که این مناطق از ایران گرفت و از ایران قاجار گرفت و داد به روسیه تزاری. بنابراین از همونجا بود که شکلگیری و مشکل سازی در اونجا شروع شد. به نظر من شکلگیری و مشکل سازی از بعد از
گرفتن این سرزمین ها بود و زمانی که روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع تصمیم گرفت که سه کشور در اونجا ایجاد بکنه که بشه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، اومد برای اینا مرزهایی رو کشید. شما وقتی مرزی رو کشیدین که نخجوانه که ترک زبان هستن اون طرف افتاده زیر ارمنستان، با ایران هم مرز و با ترکیه، بعد اومدین در اینجا این قره‌باغ رو درست کردیم، قره‌باغ که بوده در واقع، و این قره‌باغ در داخل آذربایجان ایجاد کردیم و روس‌ها، اتحاد جماهیر شوروی این رو به آذربایجان هدیه داد. خب با اون مسئله کشتار 1915 ارامنه، 1.5 میلیون ارامنه اونجا نسل کشی که انجام شد، با اون مسائل و مسائل قومی و قبیله‌ای که همیشه بین حالا ترک‌ها و ارامنه و بقیه وجود داشته، این مسئله مشکلی نبوده که ببینیم قره‌باغ مشکل سازی خواهد کرد. اتفاقی که افتاد این بود که در 31 سال پیش که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو در پیش داشته، دو جنگ پیش اومده و در این دو جنگ آذربایجان تونسته خودش رو در واقع در جایی قرار بده که بتونه قره‌باغ رو حل بکنه. امروز قره‌باغ حل شده است. اون بقیه ارامنه من فکر نمی کنم شهروندی آذربایجان رو قبول بکنه. همونطور که شما اشاره کردین، دولت خودمختار یا جمهوری قره‌باغ یا هر چیزی که اسمش بوده از اول ژانویه دیگه وجود نخواهد داشت و تمامی نیروهای نظامی که داشتن اونجا در واقع کنار رفتن و استعفا دادن. ارمنستان نتونست عملی رو انجام بده برای اینکه در واقع گارانتور این مسئله، پشتیبان این مسئله روس‌ها هستن. روس‌ها در اوکراین گیر هستن، نمیتونن نگاهی داشته باشن. آمریکا با داشتن 2300 نفر تفنگدار خاص با ارمنستان در واقع ارمنستان رو تقویت بکنه که آذربایجان به این نحو نتونه قره‌باغ رو بگیره، ولی خب اون مسئله انجام نشد متاسفانه. و امروز بازم میگم متاسفانه برای اینکه خود آمریکایی ها، خود غرب روسیه رو در اوکراین گیر انداخته و جایزه ای که بعد از این همه کمک به اوکراین میخوان بدن، جایزه ای اونها باز کردن کریدور اقتصادی قفقاز و قفقاز جنوبیه. منظورم حالا گرجستان که آنچنان تحت تسلط روسا نیست، ولی همین آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان و اون بقیه کشورها. اصلا فراموش نکنیم ترکمنستان در اینجا نقش بسیار بزرگی رو داره، برای اینکه در اون طرف دریای خزر قرار داره و میتونه در واقع با بقیه کشورهای کوچک اونجا، قرقیزستان و بقیه کشورها همکاری داشته باشه و آمریکایی‌ها این مسئله رو کاملا متوجه هستن. برای ایالات متحده آمریکا دفاع از قره‌باغ نه اهمیتی داشته نه اینکه در واقع میتونسته براشون رویگرد رو داشته باشه، ولی دفاع از ارمنستان من فکر میکنم که نخواهند گذاشت که آذربایجان امروز اون بازی رو که بخواد با ارمنستان بکنه. قره‌باغ مسئله دیگری بود و معلوم بود که بالاخره به دست آذربایجان فتح خواهد شد. این یک تغییر ژئوپلیتیک آقای بیوانی در این قفقاز جنوبی و من فکر میکنم اون معماری امنیتی منطقه‌ای امروز این یک انحرافی درش ایجاد شده و باعث حالا 150-200 هزار نفر رفیوجی و در واقع آواره رو پیش میاره. وقتی من راجع به روسیه تزاری صحبت میکنم، وقتی راجع به نقش اونها صحبت میکنم، وقتی راجع به اون مسئله قراردادها صحبت میکنم، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که منشأ این مشکل از قرن 18 و جنگ های قاجار و روس ها شروع شد و اون تقسیم نادرستی که انجام شد بین اون آذربایجان. ولی امروز اگر بخوایم نگاه بکنیم به دو کشور دیگری که در این مسئله هستند، آذربایجان و ایران، امروز ما یک آذربایجان متخاصم داریم. آذربایجان متخاصمی که تقویت شده، آذربایجان متخاصمی که تقویت شده و با عمق استراتژیک خودش و با داشتن منابع انرژی، چیزی که خواست غرب بهش احتیاج داره. و در واقع اگر به مرز نگاه بکنیم، میبینیم که امروز کشور ترکیه در شمال مرزهای ایران صاحب نفوذ شده از طریق آذربایجان و آذربایجان احتیاج داره به ترکیه، احتیاج داره نه تنها به مسئله قدرت نظامی ترکیه و پشتیبانی اونها، و تمامی اینها از خلأ روس‌ها در اون منطقه ایجاد شد،
از اون مسئله که در اوکراین برای روس‌ها پیش آوردن و روس‌ها امروز به جایی رسیدن که حتی مرزهای جنوبی خودشون رو در قفقاز که با اون دو کشوریه که در شمال گرجستان وجود داره بستن، چون ترس دارن که این مسائل و این اتفاقات به داخل روسیه هم نفوذ پیدا بکنه. بنابراین به طور کلی شکلگیری رو که امروز ما داریم میبینیم با اون مسئله معماری امنیتی منطقه که من صحبت کردم نشانگر یک مسئله است و اون اینه که امروز ضعیف کردن جمهوری اسلامی فقط از مسئله حذفش از صحنه بین المللی اقتصادی نیست. ضعیف کردن جمهوری اسلامی در مرزهای این کشور هم داره صورت میگیره. من کاری با اون مسائل طالبان و اون اراجیفشون ندارم که با هم دیگه رد و بدل میکنن یا مسئله آبی که با افغانستان دارن. امروز مسئله آذربایجان و ایران بسیار بسیار مهمتر. آذربایجان کشوریه که میتونه ایران رو جایگزین در واقع اون مسئله کمبود انرژی بکنه، یک که داره انجام میده، دو بقیه کشورهایی که باز میشن از طریق آذربایجان، کشورهایی که من ترکمنستان و قرقیزستان و بقیه کشورها که باز میشن، بازار جدیدی رو، بازار از دست داده اقتصادی ایران رو. البته من نمیدونم اگر بازار اقتصادی ایران از دست داده بشه، من در اخبار دیدم که همین تلفن‌های آیفون 15 که در اومده صف کشیدن در تهران در مقابل مغازه. البته من نمیدونم چطوری میتونن افورد بکنن، چون در خود آمریکا این تلفن‌ها 1400 500 دلاره. حالا اونا چطوری میتونن افورد بکنن؟ جای خودشو داره، به قول معروف مور پاور تو دم. ولی در خاطر من میتونم بگم که اتفاقی که افتاد، کم شدن نفوذ روس‌ها در ارمنستان، کم شدن نفوذ روس‌ها در آذربایجان، آمریکا، اسرائیل و ترکیه رو در اونجا جایگزین کرده و اونها کشورهایی هستند که جزء یک سیستم اقتصادی هستند که احتیاج به در واقع انرژی و بازگشایی اون کشورها دارن. من فکر می‌کنم برنده اصلی مسئله آذربایجان نیست و ترکیه و آذربایجان با هم برنده اصلی مسئله قره‌باغ خواهند بود، ولی نگاهی هم باید کرد به اون آوارگانی که برای سالیان سال مسئله اجدادشون بوده که در اونجا بودن، ول کردن و با یک حمله و با یک مسئله از اونجا اومدن بیرون. آیا این مسائل قومی و قبیله‌ای پایان خواهد گرفت؟ از نظر من خیر. این مسائل قومی و قبیله‌ای چون مسائل مذهبی رو در کنارش داره همیشه رنگ‌آمیزیه به خصوصی رو پیدا میکنه، ولی من فکر میکنم همونطور که در برنامه قبل گفتم اتحاد جماهیر شوروی 1991 در واقع سقوط کرد و امروز داره دفن میشه. امروز با این مسئله قره‌باغ دیدیم که حتی دیگه آذربایجان هم از روس‌ها حسابی نمیبره. من امیدوارم که دنیا به ارمنستان کمک بکنه و بتونه به این آوارگانی که از اینجا راه افتادن کمک های انسانگرایانه بدن و بتونن اینها رو در داخل ارمنستان، ارمنستان کشور بزرگیه، در اونجا جایگزین بکنن که حداقل یا حداقل خود آذربایجان با ثروتی که داره به اینهایی که جابجا کرده کامپنسیت پول و کمک بکنه. بفرمایید. آره، به هر حال شرایط مردم بیچاره است، هر چی که میگذره. فقط ما یه داستان داریم و اونم مردمه، مردم، مردم آواره، مردمی که پناهی به هیچ جایی ندارن. اما بذاره که اینا رو گفتیم بپرسیم از شما راجع به این دوستت سناتور ولایت ما هم نزدیک شما خانم فاینستان، هرچی بهش گفتن خانم بالاخره تموم کن، بازنشست کن، برو، و این گفت نه و تا پنجشنبه اومد سر کار، ولی از پنجشنبه بعد دیگه نیومد سر کار. امروز اعلام کردن که خانوادهش که بله ایشون در بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد و رفت. من فقط سوالم اینجا اینه، با توجه به این که میدونیم مثلا کالیفرنیا یه ایالت دموکراته و در چنین شرایطی اگر یه نماینده‌ای به هر دلیلی از سمتش کنار بره یا برکنار بشه، انتخابات انجام نمیشه تا دوره انتخابات بشه و انتخابات شه و بر عهده عالی ترین مقام ایالتی یعنی گاورنر ایالت، شاه این ولایت، که پادشاه انتخاب بکنه نمایندهشون رو
بگه اینو ما معرفی میکنیم به عنوان نماینده مردم تا نوبه انتخابات بشه، مردم خودشون در انتخابات شرکت کنن و هر کی دلشون خواست انتخاب کنن. و اینو خب اینا میدونن، مثلا خانم فاینشتاین میدونست که در کالیفرنیا اگر ایشون کنار بره خب گاورنر بالاخره با عمه جان تبانی میکنن، یه نماینده خوب رو میفرن. چرا میخنده؟ همه این میگن میخنده بی خودی، میگه حرفای خنده دار میزن. من اگر امه تو هم رئیس مجلس بود، سخنگوی سابق مجلس سنای آمریکا بود، موقعیتم خیلی خوب بود. بفرمایید. آره به حال اگر موقعیت شما هم خوب بود یا امه منی؟ آره والا خیلی بهتر از شرایط امروزم بود. آره اگه امه من رئیس مجلس بود. نمیفهمم چرا این خانم نمیرفت کنار، این چه جذابیتی داره که نشسته اون، این مافیا چیه، چجوری عمل میکنه؟ به نظره برای این خب میرفت یکی می گاورنر یکی رو میذاش تا انتخابات، بعد مردم میرفتن نمایندهشون رو بازم یه دموکرات رو انتخاب میکنن، نمیرن یکی ریپابلیک رو بیارن سر کار. نفهمیدم چرا. نام دان فاینستن که میدونیم در آمریکا متاسفانه یکی از چیزهایی که غلط هست درش اینه که کالیفرنیا نزدیک 40 میلیون جمعیت داره، 2 سناتور داره و ایالت نورث داکوتای آمریکا که 1 میلیون جمعیت داره 2 تا سناتور داره. خب این غلطه. چرا؟ برای اینکه اون موقع فکر این مسئله نبودن و 50 تا ایالتی که داریم مثلا کدوم 2 سناتور داریم، ما 100 سناتور داریم در سنای آمریکا. 10 نفر از این سناتورها یهودی هستن. خانم فاینستن یکی از اون سناتورهای یهودی سنای آمریکا بود و از بین اعضای مجلس نزدیک به 25 نفر یهودی هستن که خب البته در داخل آمریکا اون هیچ تفکری نیست چون مذهب جایی نداره و در واقع کشوری که اهمیت داره. اشکالی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، من هی مسئله رو تکرار میکنم، دوستان هم میگن که آقا هی چی میگه جناح چپ حزب دموکرات. آقا ببانی خانم فاینستن یکی از سناتورهای کهنه‌کار سنای آمریکا بود. درسته که 90 ساله بودن که فوت کردن، خب در یکی دو سال اخیر هم دچار بیماری شدید بودن و حتی به واشنگتن هم سفر نمی‌کردن و خیلی از رأی‌گیری‌ها رو از طریق زوم یا وسایل دیگری که سنای آمریکا برای خودش داره انجام می‌داد. مسئله مهمی که در اینجا وجود داره تغییرات ایالتی نیست. اینجا یک نفر دموکرات دیگر انتخاب می‌شد. ولی اشکالی که امروز در داخل حزب دموکرات به وجود اومده، این اشکال رو هر حزب جمهوری‌خواه به شکل دیگری داره. اشکال اینه که خانم فاینستن از جناح چپ حزب دموکرات نبود. خانم فاینستن از قسمت مرکزی حزب دموکرات بود و ایدئولوژی هایی که کسانی مثل آقای سناتور ساندرز و سناتور وارن و حتی همین خانم کامالا هریس دارن رو نداره. بنابراین زمانی که شما از اون کرسی خودتون دفاع میکنین، مسئله این نیست که جای شما یک جمهوری خواه انتخاب بشه، مسئله اینه که جای شما یک دموکرات دیگر که از اون چیزی که به عنوان پروگرسیو به عنوان این جناح چپ صحبت میکنیم از اونها نیان جای شما رو بگیرن. خانم فاینستن در سنای آمریکا در چند کمیته بسیار بسیار مهم و تصمیم گیرنده و حساس شرکت داشت و رئیس اون کمیته بود. بنابراین اینجاست که این سناتورها متوجه میشن که اون ایدئولوژی رو که خانم سناتور فاینستن داشتن بقیه یا کسانی که جایگزین میشن واقعا نداشته باشن. امروز درست شما به درستی گفتید که فرماندار کالیفرنیا یک نفر رو به جای خانم فاینستن در واقع انتخاب میکنه و این شخص میتونه در انتخابات بعدی هم شرکت بکنه اگر انتخاب شد رای آورد، که خب میشه به طور کلی انتخاب شده، ولی تا الان از الان تا اون زمان انتصابی خواهد بود، یعنی تا سال 2024. بنابراین اینجا مسئله اون سیستم مافیایی و اون سیستم در واقع ایدئولوژی هست. امروز اگه ما خواهم صحبت بکنیم، در واقع اون نسلی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نسل کسانی مثل خود آقای پرزیدنت بایدن هستن، خانم فاینستن هستن که
از نسلی هستند که در واقع همیشه همکاری های حزبی و همکاری های دو حزبی رو همیشه تشویق میکردن. ولی امروز داریم میبینیم فردا شب در اینجا اگر که کنگره آمریکا تصویب نکنه، دولت آمریکا دیگه پول نداره، به 3 میلیون کارمند داره، 1.5 میلیون ما در دستگاه پنتاگون سرباز و نمیدونم جنرال و تصمیم گیرنده و از این حرف داریم. خب اینا همین 4.5 میلیون چی میشه؟ اینا آدمایی هستند که باید چکاشون رو هر 2 هفته بگیرن که خرج زندگی بگذره. بنابراین تمامی اینها مسئله اینه که امروز سیاست ها رو کی میخواد به کرسی بشونه. و من فکر کنم خانم فاینستان هم به همین دلیل بود که استعفا ندادن، چون آدم مناسبی رو در اون قسمت نمیتونستن ببینه که جایگزین خودش باشه و میدونسته که با نبودن خانم فاینستان افکار، ایدئولوژی و تصمیم گیری های حزب دموکرات هم به طرف چپ کشیده میشه. از نظر من این دلیلش بوده. در حال من فکر میکنم که دستگاه سیاسی آمریکا واقعا کسی مثل خانم فاینستان رو با مشکلی بتونه جایگزین بکنه. بفرمایید. آره دیگه، یعنی باند اونا نمی اومد سر کار، اینو میخوای بگی دیگه. حالا ما تو قدیم هم میگفتیم باند بازیه، یعنی باند اون کمیلا هریس و نمیدونم اون داره دسته چپ های افراطی آمریکایی یقینا انتخاب نمی کرد گاورنر. نمیدونیم، هم شایدم بالاخره تحت تاثیر کمیلا هریس شایدم انتخاب میکرد، ولی به هر هرچی که بود خانم فاینستان با این معادلاتی که تو ذهنش بود این کار رو انجام نداد و در حقیقت تا اینکه دیگه مجبور شد که بره دیگه، برای همیشه بره. اما یه چیزی رو دیدم و اون این که در مورد اون مطلب اولت که صحبت کردیم، سمافور و ایران اینترنشنال و اینا، شما به نکات خوبی اشاره کردیم. من دعوت میکنم دوستان رو که حتما این برنامه رو دوباره ببینید، برای دوستانتون هم بفرسته. وقتی دستگاهی که میتونه ایمیل های پاک شده و نمیدونم نابود شده کی بود ازش اسپوردی الان، خانم هلی کلینتون رو، آره، بره از تو سرورهای شخصی و پنهانیش در بیاره و بذاره، یعنی نمیدیده اینا رو توی 2014 تو محل اقامت مذاکرات تو وین، نمیدیده اینا میرن میان، چطور اینا میرن تو اتاق ظریف، از اتاق ظریف میان بیرون، میرن این و دور و پر اینا میچرخن، یعنی کور بودن، کر بودن، یقینا میدونستن. خواست دستگاه سیاسی آمریکا بود. چی بوده؟ خواست دستگاه سیاسی آمریکا بوده که چشمشون رو بستن روی این ایمیل ها. ما شما موافقه؟ بله. آره، ولی آخه الان مثلا هم میگه که یه خبری رو به دروغ منتشر کردن که بله متاسفم، واقعا من متاسفم که ما نداریم، یه بلنگوی قوی نداریم، که بله چه نشستید که خامنه ای دستور مذاکرات مستقیم با آمریکا رو داده و گفته برید و حرف بزنید و از این مزخرفات، و باقری هم مسئول کرده که وایسا هم اونجا و ببند معامله رو تموم کن و اختیار تام داری و برگرد. به نظر من حتی لو رفتن اینا هم به جمهوری اسلامی ارتباط داره، یعنی خامنه ای این خط رو کور کرد. شما اشاره دادی به اسرائیل و عربستان، ولی من فکر میکنم بیش از اسرائیل و عربستان خود داستان همین جمهوری اسلامی است، خط رو کور کرده، چون مرده، اینا مردن، اینا هیچ ارتباط راهی با ارتباط با دنیا نداریم. ما ایران مرد، حالا هرچی شما میخواییم بگین، هر خیالی میخواییم بکنیم، این نظام جمهوری اسلامی این تیر آخر بود که میخ آخر بود که بر این تابوت کوبید، خط ارتباط رو قطع کرد. به هم ممنونم آقا، سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت، فرجهی که به ما میدی. میدونم روز جمعه وقت تنگه، ولی بازم ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت
عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار و شخص خودت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما یاد، سپاسگزارم. سپاس و بدرود. تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ممنون از شما.